اینجا در استکهلم روزهای پایانی دادگاه حمید نوری، پایان دفاعیات وکلای مدافعی شاکیان. خانواده دادخواه میگویند این اولین گام برای اجرای عدالت است. وقت شما خوش، بیننده و شنونده خبر پنج رأس هستید. با من پریسا صادقی از ایران اینترنشنال. سایر عناوین خبری: آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند، 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. با وجود ادامه خروج غیرنظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. و پایان لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان برای دومین سال پیاپی قهرمان شد. روزهای پایانی دادگاه حمید نوری، از متهمان اعدام‌های دهه 60 و دادیار زندان گوهردشت در حال برگزاری است. ایران اینترنشنال پوشش ویژه‌ای برای این روزها تدارک دیده. در بخش‌های مختلف خبری با خبرنگاران حاضر در محل دادگاه همراه خواهیم بود و مهمانان و کارشناسانی هم برای بررسی ابعاد مختلف این دادگاه با ما خواهند بود. بریم به استکهلم. کامیار بهرنگ با پوشش ویژه این برنامه با ماست. کامیار: ممنونم پریسا. هفته گذشته دادستان این دادگاه برای حمید نوری درخواست اجرای حکم حبس ابد به عنوان اشد مجازات در سوئد را مطرح کرد. امروز در دادگاه وکلای مدافع شاکیان استدلال‌های خودشون رو بر مبنای این دادخواست ارائه کردند. در نوبت صبح دو نوبت برگزار شد دادگاه و امروز دیگه جلسه برگزار نمیشه تا فردا، که وکلای مدافع حمید نوری از خودش دفاع بکنن به عنوان آخرین دفاع. اما در این دادگاه و در طول هفته ها و ماه ها و البته شاید حتی بهتر بگیم سال های گذشته، بسیاری از شاهدان و شاکیان این دادگاه در اینجا حضور پیدا کردن، در ساختمان پشت سر من محل برگزاری این دادگاه، و روایت های خودشون رو برای قاضی ارائه کردن. پیش از اینکه با مهمانان برنامه بیشتر در این مورد صحبت کنیم، اجازه بدید گزارش رو ببینیم از همکارم آزاده شفیعی که نگاهی کرده به بخشی از این روایت ها و شهادت ها. گورهای دست جمعی خاوران، یادگار کشته شده های مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 برای عزیزانشان. گورهایی بدون نام و نشان. گورستانی که خانواده های مخالفان سیاسی کشته شده آن را سرزمین عزیزی می نامند که هزاران سرگذشت سر به نیست شده را در سینه نهفته دارد. هزاران زندانی سیاسی که یک روز یا یک شب از کنار همبندانشان جدا شدند و دیگر بر نگشتند. 6 ماه زیر شکنجه و شکنجه روحی بوده، شکنجه جسمی بوده، چشمش آسیب دیده بوده، لبش سیاه بوده. در پاییز ملاقات ها از سر گرفته شد، اون خانواده ها ملاقات نداشتن، بعد از یه مدت اونا رو خواستن کیف تحویلشون دادن. همه اینا در حقیقت داله بر اینه که اون آدم ها برای همیشه نیستن و به قتل رسیدن در تابستون 60. در میان اعدام شده ها هستند کسانی که با وجود محکوم شدن به زندان و در دوران گذران حبسشان بی مقدمه اعدام شدند. حسن شکراللهی یکی از آنهاست که در سال 64 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شد، در حالی که مشغول انجام دوران سربازیش در ارتش بود. بسیار خوب، شما در دادگاه اسلامیتون بگید عدالت اسلامیتون، بردید اونا رو محاکمه کردید و 5 سال بهش حبس دادید. خب چرا بعد بردید اینا رو اعدام کردید؟ ببینید، حتی لاجوردی میگفتش که حتی اگه اشتباهی کسی رو ببرن اعدام بکنن مشکلی نیست، بیگناه بوده میره بهشت. حالا کسانی که از اعدام‌های دهه 60 جان سالم به در بردند، در دادگاه حمید نوری در سوئد به نقش او در اعدام‌ها شهادت دادند و می‌گویند با شرکت در دادگاه حمید نوری می‌خواهند صدای دوستانشان باشند که تنها به دلیل گرایش سیاسی خود کشته شدند. در این میان کسانی بودند که شهادت دادند با هیئت مرگ ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی و حمید نوری به طور مستقیم در زندان روبرو شدند. همواره من حمید عباسی رو می دیدم.
مسئولیت حمید عباسی به طور مشخص خوندن اسامی اعدامی ها برای انتقال اونها از راهروی مرگ به سالن مرگ بود. البته این به دلیل اینکه خود همین رژیم یک رژیم استانداردی نیستش و هیچ کارش استاندارد نیست، این کار توسط داوود لشکری رئیس امنیت زندان و همچنین ناصریان انجام میشد، ولی به طور ثابت مسئولیت حمید نوری همین بود. حمید نوری در یک کشور آزاد و در حالی که دادگاهی میشود از حق دیدار خانواده اش نیز برخوردار است. بارها دلم میخواست برم سوال کنم که حمید نوری تو همچه اجازه رو به خانواده ما دادی حتی بیا ملاقات بچه هاشون. حالا این دادگاه برای بازماندگان این کشدار دست جمعی و خانواده های زندانیان اعدام شده یک پیروزی به حساب میآید. آنها میگویند برای اولین بار کسی را از این سمت دیوار بیرون کشیدند و مقابل دادگاه واقعی قرار دادند. من فکر کنم که این نور کوچیکی، باز میکنه و فردا سخت کهمه این جنایتکاران روزی توی دادگاهی توی ایران محاکمه بشن. آزاده شفیعی، لندن. ممنون از این که با ایران اینترنشنال و پوشش ویژه ما از روزهای پایانی دادگاه حمید نوری همراه هستید. اینجا همراه من مرسده قائدی از فعالان دادگاه ایران تریبیونال، از خانواده های خاوران و زندانی سابق سیاسی همراه هستند. خیلی خوش آمدید خانم قائدی. مرسی از شما. روزهایی که ایران تریبیونال رو برگزار میکردید، یعنی دادگاه مردمی که جنایت کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 رو بررسی کرد، آیا انتظار داشتید که چنین روزی رو ببینید؟ دادگاه مردمی ایران تریبیونال دهه 60 و در ادامه سرکوب خونین 67 مکتوب واقعا تاریخی بود. واقعا فکر نمی کردیم که ما یک روزی شاهدش این دادگاه بشیم که مرتب رجوع بشه به اون اسنادی که ما در اون دادگاه در موردش صحبت کرده بودیم، شهادت داده بودیم و حتی نوری اسمش همراه با رئیسی هر دوی اینها رو به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرده بودیم. اون دادگاه در واقع همونطوری که گفتید یه بنمایه‌ای برای این دادگاه که در واقع یه دادگاه اصلی است و حالا منتظر این خواهیم بود که در هفته‌های آینده قاضی حکم بده. فارغ از این که این حکم چه باشد، به نظر شما چه تأثیری در روند دادخواهیتون خواهد داشت؟ چه تأثیر؟ این حکمی که این دادگاه صادر میکنه بر دادخواهی شما، چون این دادخواهی همونطور که گفتید منحصر به 67 نیست، یک پروسه بزرگتری رو در دهه 60 میبینید. به نظر من در دادخواهی ایران بسیار مؤثر و تعیین کننده است، به خاطر اینکه خودتون گفتین دادگاه‌های مردمی که مال ایران تریبونال بود، مال آبان بود، ولی این دادگاهی که ما داریم حکومت اسلامی رو داریم به دادگاهی میکشیم، به نظرم اینجا محکومیت فقط نوری نیست. ما داریم همونطور که دادستان به زیبایی تفسیر کرد، یک سیستم رو به دادگاهی کشید از بد به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و سرکوبی که از دهه 60 شروع شد. دادستان تمام این نکات مطرح کرد. برای جنبش دادخواهی روزای بسیار مهمیه از این زاویه. این تازه آغاز کار ماست. یعنی سوال من اینه خیلی ها اینجا این جمله رو به کار ببرن، این آغاز راهه. چه چیزی رو انتظار دارید بشه؟ آغاز کار ما که ما به اینا داریم میگیم اگر شما به خانواده های ما، به تمام خانواده های دادخواه ایران اجازه برگزاری چنین دادگاه هایی رو نمیدین، اگر بیاین اینور و ما شما رو دستگیر میکنیم و دادگاه های دیگری برگزار میکنیم. چون این دادگاه اسم کسانی برد که من به عنوان زندانی سیاسی دهه 60 همه اینا رو دیدم، از مقیسی که همین الان ناصریان داره حکم صادر میکنه و این در واقع این جنایت هایی که اینا کردن آورد این دادگاه برو. بعد درست امروز کنیس لوئیس به درست گفت میدونی نتیجه این دادگاه چیه؟ این دادگاه به تمام دنیا اعلام کرد
که در این مقطع تاریخی چه اتفاقی افتاده در زندان‌های ایران، و همینطور که خود داستان هم گفته بود و تشبیه کرد که واقعا هممون رو به گریه انداخت، گفت یک کارخانه کشتاره. و همین دلیل آغاز کار از این نظری که ما عدالت رو با برگزاری دادگاه می‌بینیم، دادگاهی که این دادگاهه، و به قول جفری رابینسون اون رو اسمشو دادگاه نذارید، بگیم هیئت مرگ از قبل تعیین کرده بود که ها رو میخواد بکشه، ولی این دادگاهی که به درست شما میگین 8 ماه 9 ماه داره بررسی میکنن و تمام اتفاقاتی که افتاد این روزا، حتی در مورد اینکه میتونیم ما دچار اشتباه بشیم، خیلی جالبه. قبلا تو همین دادگاه، اولی دادگاه، هی سوال میشد از شاهدان شاکر، شما مطمئنی؟ ولی میبینیم وقتی که به دادرسی نهایی میرسیم میگن که ممکنه فراموشی بشه. 30 سال گذشته، برای من 40 سال گذشته که خانواده من اعدام کردن. به همین دلیل خیلی دوران تاریخی و دوران مهمیه برای جنبش دادخواهی، و این شروع کار باید ادامه بدیم تا سرنگونی و برگزاری دادگاه های مردمی در داخل ایران. ممنونم از شما مرسد قائدی که ما رو اینجا همراهی کردید. اجازه بدید به سوی دیگر ساختمان محل برگزاری دادگاه بریم، جایی که همکارم احمد صمدی با ما همراه است. احمد از ابتدای صبح در بخش دیگر همراه با تجمعاتی که پوش و کنار این محوطه برگزار میشد همراه ما بود. احمد، بشنویم از تو جزئیات بیشتر و آنچه که برای ما آماده کردی. خب کامیار، از با ساعت‌های اولیه صبح امروز این دو سوی خیابون‌هایی که در واقع دو سوی خیابونی که در اونجا دادگاه قرار داره، ما شاهد تاریخ شفاهی و حتی مصور وقایع سال 67 بودیم تا همین چند دقیقه پیش که دادگاه تموم شد، و هنوز اینجا حضور داشتن خانواده‌های قربانیان یا خود افرادی که در سال‌های دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران بودن. اینجا شد قشنگ ازشون بشنوی اون چه که اتفاقاتی که در اونجا افتاده بود و درد و رنج اونها رو شاهد باشی. امروز دیدم و صحبت کردم با زنانی که همسرانشون رو از دست دادن و به یک باره تمام روزگار براشون تاریک شد. دیدم خواهرانی رو که در واقع برادرانشون رو از دست دادن، و همچنین مردانی که حتی همسرشون رو از دست دادن یا برادرانشون رو از دست دادن، و کسانی که حتی فرزندانشون رو از دست دادن در سالهای دهه هست، و این بسیار دردآور و رنجآور بود. به هر حال خب دادگاه تموم شد و خانواده حمید نوری هم اینجا رو ترک کردن. اما میخوام که یکی از روایت ها رو از زبان خود کسانی که در این 30 و اندی سال شاهد این رنج ها بوده رو بشنویم. سیامک توبایی رو در 18 سالگی در واقع در حالی که خب زندانش هم تموم شده بوده، اما خب به یک بار ناپدید میشه، و حالا خواهرش نینا توبایی اینجا هست، و دوست دارم که از خانم توبایی بپرسم که خب بعد از اینکه خب به هر حال سیامک مفقود میشه در واقع، شما چه حسی داشتین؟ از اون روزها بگید که چه روزگاری بر شما گذشت. بله، اولا که من ابتدا تصحیح کنم، سیامک 18 ساله بود که دستگیر شد و 7 سال و نیم، نزدیک 8 سال زندان بود، از بازماندگان 67 بود. بعد از اینکه اعدام های 67 تموم شد در گوهردشت، سیامک رو به همراه بقیه زندانی های گوهردشت به اوین منتقل کردن. سال 68 به سیامک یک مرخصی 3 ساعته که خانواده مطلقاً درخواست نکرده بود دادن، و به یک باره یک روز شنبه سیامک با 2 تا پاسدار اومدن به خونه، توی خونه بودن، و در عرض اون 3 ساعت یه فرصتی رو سیامک پیدا کرد که این فرصت رو خود پاسدارها در اختیار سیامک گذاشتن، بهش اجازه دادن که از خانه بدون اینکه یک کدوم از اون پاسدارا همراهی با این بکنه بره اون طرف خیابون از مغازه اونور مثلا یه چیزی بخره و بیاد. این فرصت رو خودشون در اختیارش گذاشتن و صحنه رو برای ما طوری آراستن که ما فکر کنیم که سیامک فرار کرده، در حالی که اینجوری نبود. اگرچه که ما رو فریب دادن، 17 سال ما در به در دنبال سیامک بودیم، سیامک از خانه رفت و دیگه بر نگشت. پدر و مادر من بردن زندان، پدرم 2 روز بعد، مادرم 2 هفته بعد آزاد
آزاد کردن و ما دیگه از سرنوشت سیامک خبری نداشتیم، تا اینکه بالاخره متوجه شدیم که اتفاق چه بوده. در مورد دادگاه باید بگم، خب من وقتی شنیدم حمید نوری دستگیر شد خیلی خوشحال شدم، برای اینکه نوری همونطور که خودش در دو روز سه روز دفاعیش در دادگاه اعلام کرد، اون مسئول دادن مرخصی ها بود. نوری برادر من میشناسه، نوری خودش دست اندر کار بوده و من واقعا دلم میخواست که انتظار عمیق من این بود که نوری دهان باز کنه و حقایق رو روشن کنه، چیزی که خانواده به دنبالشه کشف حقیقته و اینه که ببینیم چه اتفاقی افتاد برای سیامک. سپاسگزارم خانم توبایی عزیز. خب من این رو کامیار، یعنی از صبح که اینجا بین همه این خانواده های قربانیان میچرخیم، همشون فقط یک نکته رو بهش اشاره میکنن و اون هم اجرای عدالت هست. در چشمان، سخنان و وجود هیچ کدوم از این افراد نمیتونی شما ببینی که به دنبال انتقام جویی باشن و همگی صحبت از عدالت و بر اجرای یک عدالت عادل، عدالت برای کسی که به هر حال از نظر اونها و از نظر دادگاه دست داشته در کشتارهای سال 67. ممنونم از تو احمد. اینجا با همکار دیگرمون شاهد علوی همراه من هست. شاهد، الان همونطور که بینندگان شنیدن و خودت هم در جریان هستی، در مورد عدالت صحبت می‌کرد و اینکه بسیاری از خانواده‌هایی که اینجا هستن در واقع به دنبال اجرای عدالتن، بسی از انتقام در واقع نیست. اما از دیروز در واقع به نوعی خانواده نوری با صدور یک بیانیه، امروز هم چندین مصاحبه کردن که در سایت‌های وابسته به حکومت خب منعکس شده، بررسی این دادگاه رو یک روند غیرعادلانه دونستن و یک متهم کرده به سیاسی بوده. یه نگاهی بکنیم مثلا این دادگاه چه روندی رو طی کرد تا به امروز. نگاه به این روند میتونه مشخص بکنه که چقدر ادعای خانواده حمید نوری یا در واقع مقامات جمهوری اسلامی تو این مورد معتبر هست. میدونیم که حمید نوری 18 در واقع آبان 98 بازداشت میشه، بهش حکم نشون میدن، بازداشت میشه، به اداره پلیس منتقل میشه، بازداشتگاه پلیس، همون روز تفهیم اتهام میشه، بهش گفته میشه به چه علتی با چه اتهامی بازداشت شده و اینا هست. در این اوراقش در دسترس از عمومی، چیز مخفی، چه رفت از پلیس سوئد درخواست کرد، همینا رو دید، همش در واقع در دسترسه. بعد میگه که من میخوام با سفارت صحبت بکنم. اینها دو روز ازش همونجا میذارنش، دو روز بعد دو نفر از پلیس میرن سفارت، با نیلی سرکنسول سفارت هم صحبت میکنن، میگن که یک تبعی شما بازداشت شده، مایل هست که با شما دیدار بکنه. اینها میگن ما بررسی میکنیم بهتون جواب میدیم. عملا این مسیر میره، ایشون بازجویی نمیشه فرداش، که فردای اون روز، یعنی سه روز بعد از بازداشت که سراغش برای بازجویی میان، بعد از اینکه معاینه میشه علاوه سلامتی مشکل نداشته باشه، با وکیل میان پیشش. یعنی گفته میشه که ما حق نداریم غیر از تفهیم تام روز اول از شما یک کلمه پرسیدن حضور وکیل. وکیل بهش توضیح میده حقوق چیه و اونجا میشینه و هر سوالی رو که مسئله دار میبینه میگه نپرس، نمیتونی بپرسی، جواب نده، به ضررته. یعنی از همون لحظه روز در واقع شروع بازجویی در 21 آبان 98، سه روز بعد از بازداشت، ایشون وکیل داشته. در تمام سو جلسه بازجویی یه مدت برای مثلا اونجا 4 ماه وکیل تسخیریه، تا در نهایت ما میدونیم، دفعه قبل گفتم که 26 آذر 98، یعنی حدودا مثلا یک ماه خورده بعد از بازداشت، نیلی صحبت میکنه کار سرکنسول سفارت با آقای نوری و در نهایت ایشون میگه که وکیل تعیین میکنن و دو تا وکیل میان و این دو وکیل در همه فرآیند دادگاه بودن توی 20 جلسه. بعد هم که دادگاه برگزار شده و که مدافع حضور داشته، تمام جلسات علنی بوده، رسانه‌ها دیدن، دادستانها حضور داشتن، وکلای مدافع حق داشتن هر رو بخوان به چالش بکشن. قاضی اجازه نداده برخوردی با نوری بشه که متضمن نقض حقوق انسانی ایشون باشه. ایشون 6 روز کامل وقت داشت خودش دفاع بکنه. تازه دادگاه میگه ما هنوز نمیدونیم چه اتفاقی میفته. به این ترتیب روند دادگاه، شیوه برگزاری دادگاه، دسترسی وکیل به در واقع متهم به وکیل، دسترسی به همه اسناد، خوندن کیفرخواست، هر کتابی رو خواسته از زندانی در مورد ایشون بوده براش فرستادن، فراهم کردن، همه، یعنی این دسترسی ها نشون میده که روند دروند منصف بوده. ممنونم از تو شاهد علوی با توضیحی از اینکه این روند دادگاه چطور بود. حتما در فرصت های دیگه بیشتر در این صحبت میکنیم و ممنون از شما که با این پوشش ویژه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. با این برنامه و برنامه های دیگر ما همراه بمونید، جزئیات بیشتری رو برای شما فراهم کردیم و خواهیم کرد.
کرد. اما اجازه بدید برگردیم به استودیوی ایران اینترنشنال در لندن، همکارم پریسا صادقی و خبرهایی از ایران و جهان. ممنون از تو کامیار بهرنگ، حتما در ادامه خبر پنجه است به تو برمیگردیم تا جزئیات بیشتری از دادگاه رو با تو در واقع بررسی بکنیم. اما در ادامه خبر پنجه است به آلودگی هوا و سیل در استان‌های مختلف در ایران هم می‌پردازیم. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشانده، 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. با ادامه خبر پنجه است همراه شما هستیم، مروری بر مهم‌ترین عناوین خبری. پوشش ویژه ایران اینترنشنال از روزهای پایانی دادگاه حمید نوری در استکهلم، پایان دفاعیات وکلای مدافع شاکیان. خانواده دادخواهان میگویند این نخستین گام برای اجرای عدالت است. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند، 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. با وجود ادامه خروج غیرنظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. و پایان لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان برای دومی سال پیاپی قهرمان شد. موج دوم گرد و خاک در خوزستان موجب تعطیلی اداره ها و بانک های خوزستان شد. اداره کل هواشناسی پیش بینی کرده ورود توده گرد و خاک از عراق تا پایان دوشنبه در خوزستان ادامه خواهد داشت. موج گرد و خاک در شهر اهواز موجب شده دید افقی به 50 متر کاهش یابد. در قصر شیرین، سرپل زها و اسلام آباد غرب هم وضعیت آلودگی هوا خطرناک و بحرانی اعلام شده. تصاویری ببینیم با هم از آلودگی هوا در شهرهای اهواز، آبادان و سرپل زها. امروز دوشنبه 11 در رو که باقا میکنیم یه بیرون عجب هواییه، نگاه کنیم آدم لذت میبره. دستتون در نکنه با این مملکت گل بول. 2401 کالاشگاه آبادان. صبح اهواز متاسفانه میبینید که چه خاکی هوا رو گرفته و نمیتونیم نفس بکشیم دیگه، و متاسفانه مسئولین بی‌لیاقت و بی‌کفایت باز هم تعطیل نکردن اهواز. این فیلم برای ایران اینترنشنال. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد از هفته قبل تا کنون 17 استان کشور دچار سیل و آب گرفتگی شدند. مهدی ولی‌پور همچنین از آماده باش بیش از 1000 پایگاه و مرکز عملیات جاده‌ای و ساحلی در سطح کشور خبر داد و از مردم خواست با توجه به تعطیلات پیش رو نکات ایمنی را رعایت کنند. ویدئوهای رسیده به ایران اینترنشنال بارش شدید تگرگ و باران در شهر همدان در شب گذشته را نشان می‌دهد. امروز یک شنبه ساعت 9 شب 11/2/1401 همدان، بارش شدید تگرگ و باران. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد بارش شدید باران باعث سرریز شدن مهران رود آجیچای تبریز و آب گرفتگی خیابان‌ها در شهر خلخال شده. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو با ما همراهی میکنند. اول یک نگاهی داشته باشیم آقای کرمی به وضعیت آلودگی و گرد و غباری که در خوزستان تصاویرش رو پیشتر هم دیدیم. چقدر قابل پیش بینی بود این مسئله به باور شما؟ درود بر شما. سلام عرض میکنم.
این گرد و خاکی که الان توی خوزستان هست و بعضن باعث شده که بین تا 20 برابر حتی آلودگی هوا بیشتر از حد مجاز باشه، به حدوداً از 48 ساعت قبل از استان آن انبار عراق حرکت کرده بود. یعنی سرچشمش عمدتاً اونجاست. استان انباری استانیه در منطقه علی غرب و کشور عراق، همسایه اردن و عربستان میشه. این از اونجا حرکت کرده بود 48 ساعت قبل، تقریبا مسیرش پیشبینی شده بود و سازمان هواشناسی خوزستان هم هشدار داده بود مکرر که این داره میاد. اما خب نکته این است که کاری نمیتونن بکنن. تقریبا ما الان به همون چیزی که من همیشه عرض کردم، بس خوشسالی نیست، خوشیدگی. شما میبینید الان کمابیش همونجوری که در گوشه و کنار ایران بوده اونجا هم بارش بوده، اما باز این موج را میفته. تقریبا هر بار که یک جریان شدید هوا از سمت غرب به سمت ایران بیاد، یعنی از عراق و سوریه، دیگه ما باید منتظر ریزگرد باشیم. خبر بعد اینه که جریان باد غالب همیشه هم از همون سمته. همزمان آقای کرمی، 17 استان کشور هم دچار سیل آب گرفتگی شدند. تقریبا به هر نقطه کشور که نگاه میکنیم یک مشکل محیط زیستی وجود داره. دلیلش چیه و چه راه حلی وجود داره؟ ما همیشه کشور آسیب پذیری بودیم در مقابل وقایع اقلیمی، یعنی یا خوشسالی می اومده دوچار قحطی می شدیم، یا بارون می اومده سیل، دوچار سیل می شدیم. همیشه کشور آسیب پذیر بودیم. به صورت محدود کارهایی در گذشته های دور بوده که ما منطبق بشیم با این وضعیت، مثلا معماری کبیری رای بوده که ما بتونیم خوشسالی رو تحمل کنیم. اما متاسفانه در دوره‌های جدید اون تاب‌آوری تاریخی ما از بین رفته. برعکس اینجور سختارهای اقلیمی بیشتر شده. شما می‌بینید در گوش و کنار کشور به شکل متفاوتی این که رژیم بارش به هم خورده یا نمیباره، یا اگه میباره سیلابی میباره. اینها به هر حال ما یک کشور آسیب پذیری هستیم، باید بریم به سمت تاب‌آوری. و خب اینم خیلی پیچیده است، واقعا داستانش پیچیده است. ممنونم از صحبت‌های شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست که از اسلو با ما همراهی می‌کردید. حالا نوبت میرسه به روایت‌های شما. در استودیو ندا رامش با ما همراهی میکنه تا از روایت‌های شما بگه. ندا. پریسا، خب همونطور که خودت هم اشاره کردی، امروز میزان گرد و غبار تو استان خوزستان، همه دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها، اداره‌ها، مراکز آموزشی رو تو بیش از 15 شهرستان این استان به تعطیلی کشون. طبق گزارش خبرگزاری‌های دولتی، اهواز بیشترین میزان آلودگی رو داشته و غلظت گرد و غبار توی این شهر به بیش از 33 برابر حد مجاز رسیده. یه چند تا ویدیو آماده کردیم از شهرهای مختلف خوزستان، با هم ببینیم. برگردیم. اینجا دسفول 11 اردیبهشت 1401. این وضعیت زندگی تو این هوای کثیف هست. آقای خامنه‌ای، ما فقط میخوام یک زندگی ساده داشته باشیم و بتونیم بچه هامون رو توی اون رشد بدیم. مهمترین وظیفه هر حکومت اینه که به مردمش خدمت برسونن. شما اومدین سر کار تا امکانات رو مدیریت کنید. 40 سال هم وقت داشتید. بذارید به صورت مسالمت‌آمیز کسان دیگه بیان، متخصصین بیان و کارها رو دوباره بگیرن، شاید ایران از این وضعیت نابودی بیرون بیاد. دیروز ایران ماده یوز پلنگ 4 ساله 3 توله یوز ماده به دنیا آورد و امیدها برای نجات این گونه در حال انقراض رو بالا برد. خوشبختانه حال همه توله های ماده خوب گزارش شده، اما خب ساعت های آینده همچنان برای این خانواده حیاتی هم. اما قصه ایران از جایی شروع شد که قاچاقچیان این حیوان رو از حیات وحش می دوستن و در نهایت اون رو از حمام یک خانه در تهران پیدا میکنن. کاوه مدنی، پژوهشگر و فعال محیط زیست، ویدیوی رو از لحظه ورود و نامگذاری ماده یوز پلنگ در صفحات اجتماعیش منتشر کرده که مطمئنن این ویدیو برای شما هم مثل من باید جالب باشه. ببینید. الهی بمیرم براش. یا علی یا امام زمان. بذاریم ایران. چی؟ بذاریم ایران. ایران؟ نظر چیه؟ من نیمه نسبت به اسم ایران خیلی خیلی بیدون که نظرم مثبته. برای من تلنگم اسم ایران هم پیشنهاد ده. امیدی برای ایرانه، برای مدتهای طولانی. میترسته چه داشتن؟
تو دو روز گذشته بارش باران کم سابقه در استان کویری یزد موجب آب گرفتگی معابر و خیابان‌های شهر شد. اتفاقی که خیلی از مردم شهر رو غافلگیر کرد و اونها رو به دردسر انداخت. موضوعی که با این بارش توجه شهروندان رو به خودش جلب کرد، مدیریت ضعیف شهری در مواقع بحرانه. این شهروند یه نمونه از این مدیریت ضعیف رو تو این ویدیو به تصویر کشیده. این وضعیت معابر استان یزد بعد از یه روز بارندگی، این آب رو دنبال میکنیم ببینیم بالاخره این جوب به کجا ختم میشه. بله، حالا من اگه یه ذره تندتر برم خوشحال بودم که حداقل این آب داره میاد تو جوب و به هر حال به یه راهی قطعا خواهد رسید. بعد یه خود پیگیری کردم، ادامه راه دیگه خودتون ببینیم بچه ها. حتی که من خیلی خوشحال بودم برای این آب داره هدایت میشه. بله، این یه کرخه مدیریت در استان یزد. دیروز حواله‌داران شرکت سیف خودرو که نماینده انحصاری شرکت SWM در ایران در دفتر این شرکت تجمع کردند. حواله‌داران از تیر ماه سال 99 با تکمیل وجه قرارداد فیما بین از این شرکت خودرو خریداری کردند با این وعده که اونها رو ظرف 3 ماه تحویل بگیرن. الان با گذشت تقریبا 2 سال و با وجود تعهد شرکت برای تحویل حداقل تعدادی از این خودروها، هنوز اقدامی برای ترخیص اونها از گمرک بندرعباس صورت نگرفته. حواله‌داران شاکیان استرالیه بعد از 2 سال هنوز ماشیناشون رو تحویل نگرفتن. خود روی استرالیه اما دیروز جمعی از داروسازا در اعتراض به مشکلات صنفیشون روبروی سازمان غذا و دارو تجمعی رو برگزار کردند. بیش از 16 ماهه که انجمن داروسازان منحل شده و انتخابات این انجمن به بهانه‌های مختلف برگزار نمیشه. داروسازا میخوان کارگروه تعرفه سراسری با حضور سازمان غذا و دارو و نماینده‌های قانونی اونها تشکیل بشه تا بتونن از این طریق مطالبات و مشکلات حقوقیشون رو پیگیری بکنن. از سازمان غذا دارو نقش دستوری نیست. ما اجازه نمیدیم که سازمان دستوری تعیین کند. انجمن داروسازان منقضی است، جایگاهی ندارد. 17 ماه منقضی است، انتخابات برگزار نکرده است. ما الان صرف نداریم، به کی پناه بیاریم؟ از کی درخواست کنیم مشکلمون رو حل کنن؟ ما هر سال داروسازان باید فروردین و اردیبهشت شبانه روزی پیگیر در واقع حقوق و دستمزدشون باشن و تعرفه هایی که اعلام میشه ما اینو نمیپذیریم. باید یک تعرفه سراسری اعلام شود عزیزان. تعرفه سراسری یعنی چیزی که کرامت یک داروساز درش رعایت بشه. در آخر ویدیویی ببینیم از شدت ناراحتی و عصبانیت راننده یک خودروی پراید بعد از برخورد خودروش با یک جدول که خب خسارت سنگین مالی هم به این راننده وارد کرد. کیفیت خودروهای داخلی و البته قیمت‌های نجومی خودرو این روزها در ایران موضوع بحث خیلی از محافل خبری، رسانه‌ها و مردم. روایت شما دیگر رو تماشا کردین. تصاویر و ویدیوهایی که دوست دارین دیده و شنیده بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره 2044 78 3000 7000 برای ما بفرستید.
ممنونم از تو ندا رامش، اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد با بررسی روایت‌های شما. در ادامه خبر پنجاه است به آخرین تحولات مربوط به اوکراین میپردازیم. با وجود ادامه خروج غیر نظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. با ادامه خبر پنجاه است همراه شما هستیم. مروری بر مهمترین عناوین خبری. پوشش ویژه ایران اینترنشنال از روزهای پایانی دادگاه حمید نوری در استکهلم، پایان دفاعیات وکلای مدافع شاکیان. خانواده دادخواهان میگویند این نخستین گام برای اجرای عدالت است. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند، 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. با وجود ادامه خروج غیر نظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. و پایان لیگ برتر بسکتبال ایران، شهرداری گرگان برای دومی سال پیاپی قهرمان شد. وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اعلام کرد نیروهای روسیه به عملیات تهاجمی تمام عیار در شرق اوکراین ادامه می‌دهند. در پی ادامه بمباران‌ها و حملات توپخانه‌ای ارتش پوتین، فرماندان دونتسک از کشته شدن 4 غیر نظامی در شهر لیمان خبر داد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل صحبت‌های وزیر خارجه روسیه درباره ریشه یهودی هیتلر را دروغ خواند و خواستار توقف استفاده از هولوکاست برای اهداف سیاسی شد. پیشتر سرگئی لاوروف در پاسخ به سوال یک خبرنگار ایتالیایی در مورد ادعای روسیه مبنی بر وجود عناصر نازی در اوکراین گفته بود فرقی نمی‌کند که زلنسکی یهودی است، چرا که آدولف هیتلر رهبر نازی‌های آلمان هم اصل و نسب یهودی داشت. پس از تخلیه حدود 100 غیر نظامی از بندر محاصره شده ماریوپول در جنوب اوکراین، با همکاری سازمان ملل برخی از نجات یافتگان میگویند از ترس بمباران‌های روسیه 2 ماه است که آفتاب را ندیدند. این شهروندان میگویند در پی بمباران‌های شدید روسیه تعدادی از سربازان و شهروندان پناه گرفته در کارخانه فولاد ماریوپول زخمی شدند. همکارم بردیا افشین از کیف پایتخت اوکراین با ما همراهی میکنه. با وجود اینکه روسیه تمرکز کرده در واقع روی شرق اوکراین و حملات خودش را افزایش داده، بردیا، اما به نظر میاد که خارج از این منطقه هم شرایط خیلی مساعد نباشه. دقیقاً، اما پس تاکید کنم در همون شرق هم پیشرفت‌هایی که نیروهای روسیه داشتن به زعم ناظران غربی پیشرفت‌های بزرگی نبوده و نیروهای روسیه تنها در جایی پیش میرن که اونها رو از قبل به صورت کامل تخریب کرده بودن و پیشروی‌های هرچند ناچیزشون براشون هزینه‌های بسیاری داشته، از جمله اینکه مقامات اوکراینی گفتند که در اطراف خارکیف یکی از ژنرال‌های ارشد روسیه رو کشتن، بدین ترتیب میتونه 9th جنرال باشه، سرلشکر آنتون سیمونوف. البته این هنوز تایید نشده از سوی غربی ها یا روسیه بهش واکنشی نشون نداده، ولی نشون میده که همون پیشروی ها در شرق هم بسیار پرهزینه است. اما خارج از شرق شنیده شده اونجوری که مقامات دفاعی روسیه میگن در مرزهای روسیه در شمال و شمال شرق اوکراین انفجارهای صورت گرفته در مناطق بریانسک، بولوگراد و کرسک. اینها رو هنوز نیروهای اوکراینی در واقع مسئولیتش رو بر عهده نگرفتن، اما 7 روزیه که ما از این انفجارها میشنویم. با این حال پیشتر یکی از معاونین ولادیمیر زلنسکی از این گفته بود که انتقام میتونه در واقع کارما میتونه یک انتقام سختگیرانه‌ای باشه. ممنونم از تو بردیا افشین که از کیف اوکراین با ما همراهی میکردی. تا دقایقی دیگر همکارم علیرضا مدیری با شما خواهد بود و از تازه‌های ورزشی خواهد گفت و بعد من مجدداً با ادامه خبر پنجاه است با شما است. اینجا در استکهلم روزهای پایانی دادگاه حمید نوری، پایان دفاعیات وکلای مدافع شاکیان. خانواده دادخواهان میگویند این اولین قدم برای اجرای عدالت است.
با سلامی دوباره با ادامه خبر 50 از همراه شما هستیم. پیش از هر چیز مروری بر مهمترین عناوین خبری. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند. 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر. در پیام‌های ارسالی برای ایران اینترنشنال جان عبدالرسول مرتضوی در خطر است. با وجود ادامه خروج غیرنظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. روزهای پایانی دادگاه حمید نوری از متهمان اعدام‌های دهه 60 و دادیار زندان گوهردشت در حال برگزاری است. ایران اینترنشنال پوشش ویژه‌ای برای این روزها تدارک دیده. در بخش‌های مختلف خبری با خبرنگاران حاضر در محل دادگاه همراه خواهیم بود و مهمانان و کارشناسانی هم برای بررسی ابعاد مختلف این دادگاه با ما همراه میشن. بریم به استکهلم. کامیار بهرنگ با پوشش ویژه این برنامه با ماست. ممنونم پریسا. همونطور که در بخش‌های قبلی خبر هم گفتیم، بعد از اینکه دادستان دادگاه برای حمید نوری درخواست اجرای حکم حبس ابد یعنی اشد مجازات در سوئد رو مطرح کرد، توجه‌های بسیاری به این دادگاه مطرح شد. امروز وکلای شاکیان در دو نوبت صبح آخرین دفاعیات و اظهارات خودشون رو بیان کردند و بعد از ماها ارائه اسناد شواهد از طرف شاهدان، شاکیان و کارشناسان، حالا باید منتظر بود در هفته‌های آینده قاضی دادگاه حکم نهایی خودش رو صادر بکنه. در طول این ماها بسیاری از شاهدان در این دادگاه که پشت سر ما هست روایت‌های خودشون رو از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 در زندان گوهردشت مطرح کردن. قبل از اینکه با مهمان برنامه در این مورد بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید نگاهی بکنیم به گزارش همکارم آزاده شفیعی که در اون نگاهی کرده به بخشی از این روایت‌ها در دادگاه. گورهای دست جمعی خاوران، یادگار کشته شده های مخالف جمهوری اسلامی در دهه 60 برای عزیزانشان. گورهای بدون نام و نشان. گورستانی که خانواده های مخالفان سیاسی کشته شده آن را سرزمین عزیزی می نامند که هزاران سرگذشت سربنیست شده را در سینه نهفته دارد. هزاران زندانی سیاسی که یک روز یا یک شب از کنار همبندانشان جدا شدند و دیگر برنگشتند. 6 ماه زیر شکنجه و شکنجه‌های روحی بوده، شکنجه‌های جسمی بوده، چشمش آسیب دیده بوده، لبش سیاه بوده. در پاییز ملاقات‌ها از سر گرفته شد، اون خانواده‌ها ملاقات نداشتن. بعد از یه مدت اونا رو خواستن کیف تحویلشون دادن. همه اینا در حقیقت داله بر اینه که اون آدم‌ها برای همیشه نیستن و به قتل رسیدن در تابستون 67. در میان اعدام شده ها هستند کسانی که با وجود محکوم شدن به زندان و در دوران گذران حبسشان بی مقدمه اعدام شدند. حسن شکراللهی یکی از آنهاست که در سال 64 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شد در حالی که مشغول انجام دوران سربازیش در ارتش بود. بسیار خوب، شما در دادگاه اسلامیتون بگید عدالت اسلامیتون، بردید اونا رو محاکمه کردید و 5 سال بهش حبس دادید. خب چرا بعد بردید اینا رو اعدام کردید؟ ببینید، حتی لاجوردی میگفتش که حتی اگه اشتباهی کسی رو ببرن اعدام بکنن مشکلی نیست، بیگناه بوده میره بهشت. حالا کسانی که از اعدام‌های دهه 60 جان سالم به در بردند در دادگاه حمید نوری در سوئد به نقش او در اعدام‌ها شهادت دادند و میگویند با شرکت در دادگاه حمید نوری می‌خواهند صدای دوستانشان باشند که تنها به دلیل گرایش سیاسی خود کشته شدند. در این میان کسانی بودند که شهادت دادند با هیئت مرگ ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی و حمید نوری به طور مستقیم در زندان روبرو شدند. همواره من حمید عباسی رو می‌دیدم. مسئولیت حمید عباسی به طور مشخص خوندن اسامی اعدامی‌ها برای انتقال اونها از راهروی مرگ به سالن مرگ بود. البته این به دلیل اینکه خود همین رژیم یک رژیم استانداردی نیستش و هیچ کارش استانداردی نیست،
این کار توسط داوود لشکری رئیس امنیت زندان و همچنین ناصریان انجام میشد، ولی به طور ثابت مسئولیت حمید نوری همین بود. حمید نوری در یک کشور آزاد و در حالی که دادگاهی می شود از حق دیدار خانواده اش نیز برخوردار است. برای دلم میخواست برم سوال کنم که حمید نوری تو همچین اجازه رو به خانواده های ما دادی حتی بیا ملاقات بچه هاشون. حالا این دادگاه برای بازماندگان این کشدار دست جمعی و خانواده های زندانیان اعدام شده یک پیروزی به حساب می آید. آنها میگویند برای اولین بار کسی را از این سمت دیوار بیرون کشیدند و مقابل دادگاه واقعی قرار دادند. من فکر کنم که این نور کوچیکی باز میکنه و فردا سخت کهمه این جنایتکاران روزی توی دادگاهی توی ایران محاکمه بشن. آزاده شفیعی، لندن. ممنون از اینکه همچنان با ما با پوشش ویژه روزهای پایانی دادگاه حمید نوری همراه هستید. اینجا همراه من آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی همراه هستند. خیلی خوش آمدید خانم امینی. بسیاری از کسانی که اینجا از صبح باهاشون حالا مصاحبه داشتیم یا باهاشون صحبت کردیم میگن که این در واقع اولین قدم برای اجرای عدالت و یک گام جدید در مسیر دادخواهیه. یک برش کوچیک تاریخی از نزدیک به 14 دادخواهی که داره صورت میگیره. درسته که شاید این برش کوچک باشه اما بسیار عمیق. اما میدونیم دادخواهی در ایران منحصر به این تاریخ مشخص نیست. شما سالهاست دارید مسائل اجتماعی رو نگاه میکنید. فکر میکنید این دادگاه چه تأثیری در یک نگاه کلیتر بر دادخواهی کلی در ایران داره؟ سلام میکنم به شما و همه بینندگان ایران اینترنشنال. در واقع اهمیت این دادگاه فقط به برگزاری این دادخواه یا به عدالت جویی و عدالت خواهی عده‌ای که دارن اون رو دنبال میکنن نیست. وقتی ما در مورد دادخواهی حرف میزنیم اولا راجع به یک مسئله اجتماعی سیاسی حرف میزنیم، در حالی که تا پیش از این میشه گفت که دادخواهی دست کم در این مورد خاص که 34 سال دست از عمرش میگذره، 3 دهه از عمر اتفاق دهه 60 میگذره، دادخواهی هنوز به یک امر اجتماعی تبدیل نشده بود. یعنی چی؟ یعنی که خانواده هایی بودن که در وضعیت فرزندانشون رو دنبال کردن، ولی در کنار اونها بسیار خانواده، شاید هزاران خانواده ای بودن که نه حق حتی برگزاری مراسم سوگواری برای فرزندانشون رو داشتن، نه امکان دادخواهی و عدالت خواهی در یک دادگاه عادلانه رو داشتن، نه امکان مستندسازی رو داشتن که بتونن اون رو انتقال بدن به نسل بعدی یا به در واقع عمومیش بکنن. اهمیت این دادگاه قبل از اون این رو بگم، ما مثلا در مردم شناسی یک شیوهی داریم در مورد اتفاقاتی که در گذشته رخ داده یا در مورد اتفاقاتی که عده زیادی از اون بیخبر هستن ولی مبتنی به روایت‌های شخصی هست، بهش میگن شیوه اتنوگرافی. یعنی شما میایین روایت‌های شخصی رو از عده زیادی که مطلع یا شاهد یا تجربه کرده یا اون اتفاق هستن جمع‌آوری می‌کنین و اهمیت این شیوه تحقیق به این هست که شما این روایت ها رو با هم دارید. این دادگاه تونست برای اولین بار هزاران صفحه در مورد اتفاق دهه 60 و به طور مشخص اتفاق تابستان 67، یعنی قتل عام کشتار زندانیان سیاسی در زندان های ایران رو ثبت بکنه و مهمتر از اون اونها رو راستی آزمایی بکنه. یعنی تا وقتی که شما یک روایتی رو شخصا روایت میکنید یا کتاب می نویسید اما این کتاب شخصی شما هست، این مقاله شخصی شما هست، این به این معنی هست که هنوز به یک برگه علمی در یک سند تاریخی تبدیل نشده. این دادگاه رسمیت دادن به همه اون تجربه های فردی، روایت های فردی، کتاب های نوشته شده ای که ارزش بسیاری داشتن در این دادگاه برای اینکه مستند قرار گرفتن داره. بنابراین بله، در دادخواهی امر بسیار مهمی رخ داده فارغ از اینکه نتیجه دادگاه چه باشه. خب دقیقاً این فارغ بودن از نتیجه برای بسیاری اینجا در واقع اجرای عدالت مهمترین نکته است، همونطوری که گفتید فارغ از نتیجهش. و بسیاری خوشحالند که بالاخره عدالت به یک نقطه‌ای رسید که میتونن بهش اطمینان داشته باشن.
اما سوی دیگر این پرونده کسانی هستند که نه فقط حمید نوری، ما داریم در مورد یک سیستم صحبت میکنیم. فکر میکنید اونها در واقع چطور به این روند، به این عدالت، به این دادخواهی و اتفاقی که در این ساختمان پشت سر ما افتاد نگاه میکنن؟ ببینید، من فکر میکنم که اتفاق امروز حتی با دادگاه میکنوس قابل مقایسه نیست، برای اینکه مردم ایران 43 سال تجربه جمهوری اسلامی را داشتند، 43 سال تجربه پاسخگو نبودن به روند عدالت خواهی، 43 سال تجربه داشتن دادگاه‌هایی که نه تنها دور از عدالت بوده که فساد تا عمق وجودش رو فرا گرفته. بنابراین بله، این در واقع اولین بار هست که جمهوری اسلامی خودش رو داره در مساف نه فقط با مردم خودش که همواره در این زمینه روبروی اونها ایستاده، در مساف با یک دادگاه عادلانه‌ای می‌بینه که بین المللی در جای درستی ایستاده. و ما از یک طرف باید خوشحال باشیم و از یک طرف باید افسوس بخوریم که یک مدعی العموم در کشور سوئد میاد برای مردم ایران دادخواهی میکنه. و این در واقع از این نظر مهمه که میشه امیدوار بود که روند این دادگاه تکرار بشه. کسانی که در این کشتار دست داشتن، در همه کشتارها تا آبان 98، تا دادگاه هواپیمایی که سقوط کرد توسط سپاه، و همه اینها روزی بتونن پاسخگو باشن در جایی که در واقع در مقامی که نتونن با فساد یا با هر چیز دیگه، با رانت از قبلش در برن. این در واقع پاسخگو نگه داشتنه، اینه که مهمه. ممنونم از شما آسیا امینی، تحلیلگر اجتماعی که اینجا همراه با بودید. سپاسگزارم از وقتی که به من دید. اما اجازه بدید بریم سوی دیگر ساختمان محل برگزاری دادگاه حمید نوری، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان که از صبح جزئیات این جلسه رو از نزدیک دنبال میکرد. مهران، ابتدا از صبح بشنویم که در نوبت صبح امروز چه اتفاقی افتاد و مطالبی که برای ما آمده کرد. خب کامیار، بزرگترین دادگاه جنایی سوئد رو جلسه 90 هم تمام شد، دادگاهی که برای اولین بار هست یک مقام جمهوری اسلامی برای جرم‌هایی که در داخل ایران انجام داده در خارج از ایران داره محاکمه میشه. امروز در دو بخش بود دادگاه، اختصاص داشت به گفته‌های و دفاعیه کنت لوئیس، یکی از وکیل بخشی از شاهدا. کنت لوئیس از اوایل انقلاب گفت و اینکه جمهوری اسلامی مخالفان خودش رو سرکوب کرده و این مخالفان فقط مجاهدین نبودن، بلکه نیروهای دیگه‌ای هم که مخالف جمهوری اسلامی بودن اونها هم سرکوب شدن. عکسایی از فرودگاه سنندج رو در دادگاه پخش کرد، عکسای اعدام‌های دست جمعی که یک سری از افراد داخل یک مینیبوس بودن و پیاده میشن و در فرودگاه سنندج تیرباران میشن. کنت لوئیس اشاره داشت که وکیل‌های نوری در نوبت خودشون که حدود یک ماه پیش بود اکثرا در مورد تناقضات شاکی و شاهدان صحبت کردند که در بازپرسی پلیس قبل دادگاه صحبت‌های ارائه داده بودن و بعضی هاشون در دادگاه صحبت‌هاشون تناقض داشت و گفت که این تناقض‌ها خیلی عادیه چون 30 سال از این ماجرا می‌گذره. اما یک چیز مشخصی که تمام شاهدان و شاکیان، حمید عباسی یا حمید نوری، امروز دادگاه استکهلم و در زندان گوهردشت دیدن، اون رو در هیئت مرگ دیدن، در راهروی مرگ، و همچنین دیدن که زندانیان سیاسی رو برای اعدام می‌برده و درخواست اشد مجازات رو کرد و گفت امیدوارم قاضی رأی حبس ابد رو، چیزی که دادستان درخواست کرده، بده. امروز خانواده خود حمید نوری هم اینجا بودن. خیلی از خانواده‌های دادخواه که در دادگاه هستن، عزیزانشون که در سال 67 یا دهه 60 اعدام شده دسترسی به وکیل نداشتن یا گاهن نتونستن حتی ملاقات کنن. یکی از این خانواده‌ها خانم عصمت طالبی کلهوران که الان کنار منه، شما همسرتون و برادرتون اعدام شدن در تابستان 67، بگید آیا وکیل داشتن خانواده شما، همسر و برادر شما، و میتونستین باهاشون ملاقات کنید؟ بله، من سلام عرض میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز رادیو تلویزیون اینترنشنال. من هرگز وکیل نداشتیم، ما عزیزان ما بدون وکیل در یک دادگاه 2-3 دقیقه‌ای محکوم شدن. حکم داشتم و در سال 67 با حکمی که خمینی داده بود اعدام شدم، همسرم و برادرم. ولی میتونستید برید ملاقات کنید، از ملاقات ها بگید؟
ما 15 یه بار ملاقات می رفتیم، بعد از بازجویی کامل که شدن حکم گرفتن ملاقات به ما دادن. تقریبا 7-8 ماه طول کشید تا حکم دائمیشون بیاد. ملاقات 15 یه بار می رفتیم. چه انتظاری از دادگاه استکهلم دارید؟ شما گفتید خیلی راضید از درخواست دادستان به عنوان اینکه درخواست حبس ابد کرده و منتظرید قاضی زاندر تایید کنه. در واقع دادستان‌های سوئد خیلی خوب این برنامه رو تونستن جمع‌بندی بکنن، نکته‌های خیلی دقیقی رو از شاهدین و شاکیان ارائه دادن و امیدواریم که حتما این حکمی که درخواست کرده ارشد مجازات همون ابد هستش، قاضی هم اینو تایید بکنه و شاید یه زخمی از ما به قول معروف ترمیم پیدا کنه. خیلی ممنون. خواهش. کامیار، دو روز دیگه از این دادگاه باقی مونده، دو روزی که مربوط به دفاعیه وکیل‌های حمید نوری در استکهلم. ممنونم از تو همکارم مهران عباسیان. سوی دیگر ساختمان محل برگزاری دادگاه حمید نوری، اینجا حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و فعال سیاسی همراه ما هستن. خیلی خوش آمدید. قربون شما، خسته نباشید. متشکرم. ممنون. آقای اعتمادی، از در واقع ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که از سوی جمهوری اسلامی خیلی تلاش شد این دادگاه رو یک دادگاه فراقانونی، یک دادگاه سیاسی معرفی بکنه. از دیروز خانواده و سایت‌های نزدیک به قوه قضاییه هم روی موضوع خیلی دارن تاکید می‌کنن که این یک دادگاه سیاسی است. شما از روز اول داشتید این دادگاه رو از نزدیک رصد می‌کردید. چقدر فکر میکنید اونها میخوان این ماجرا رو سیاسی بکنن و چقدر آنچه که ما در این ساختمان پشت سرمون دیدیم از دید شما سیاسی بود تا یک عدالت خواهی و یک دادخواهی؟ خب همونطور که هممون میدونیم دستگاه‌های قضایی در کشورهای دموکراتیک دستگاه‌های قضایی هم به معنای واقعی، یعنی بررسی پرونده هر آدم متهمی به هر جرمی بر اساس قوانین به اصطلاح دموکراتیک انجام میگیره و مسائل سیاسی رو به هیچ عنوان دخالت نمیدن و طبیعتاً ادعایی که اون وقت حکومت اسلامی ایران داره خب بی ربطه. اون چیزی که در ایران میگذره، هر اتفاق ساده اجتماعی، هر مطالبه وقتی از سوی هر گروهی از مردم وقتی مطرح میشه بلافاصله جنبه امنیتی و سیاسی پیدا میکنه. اما اینجا آقای حمید نوری به عنوان کسی که متهم به اعمال خشونت هست، متهم به دخالت در امر اعدام هزاران زندانی سیاسی عقیدتی هست و دادگاه بر اساس شواهد، اطلاعات و فعالیت‌هایی که در طی این چند ماه گذشته کرده داره تلاش میکنه که تا این اتهامات رو ببینه تا چند اندازه واقعی است و بر اساس قوانینی که وجود داره برای این متهم به این جرائم و این به اصطلاح شکایاتی که از سوی معترضین خودش شده رو بتونه رسیدگی بکنه و به نتیجه برسونه. خب مثلا آخرین نمونهش دقیقا احضار سفیر سوئد در تهران هست از سوی وزارت خارجه. در واقع وزارت خارجه هم همیشه سعی میکنه که این موضوع رو سیاسیش بکنه. به نظر شما حالا همونطوری که بارها تو برنامه هم گفتیم انتظار داریم در چند هفته آینده حکم نهایی قاضی صادر بشه، فارغ از این که این حکم چه خواهد بود و چه حکمی از سوی قاضی صادر بشه، فکر کنید این چه پیامی خواهد داشت؟ خب پیامی که برای رژیم ایران خواهد داشت به نظر من این استش که یک مرحله یا یه بهتر بگم یک اتفاق تازه‌ای رخ داده با دادگاهی کردن حمید نوری که هیچ متهمی به سادگی نمیتونه از اعمالی که مرتکب شده بتونه فرار بکنه و بنابراین با توجه به شرایطی که امروز دنیا درش درگیر هست طبیعتاً یک جایی باید به پاسخگو باشه. این پیامش به نظرم به رژیم ایران اینه که سایر مسئولین و سایر کسانی که یک چنین سوابقی دارن باید بدونن که یک روزی در یک جایی دادگاه‌های مشابهی براشون به وجود خواهد اومد. حتی اگر این اتفاق در خارج از ایران هم نیفته قطعا در داخل ایران یه روز اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این به یک معنا یک هشداره، یک زنگ خطره برای مسئولین رژیم ایران که اگر تا به امروز مرتکب اشتباهاتی مشابه حمید نوری شدن بدونن یه روزی فرا خواهد رسید که نمونه دادگاه‌های استکهلم برای اونها هم تشکیل خواهد شد و طبیعتاً به اتهاماتی که به اونها وارد هست رسیدگی میشه. آره، اعتمادی خیلی کوتاه این رو هم نگاه بکنیم.
برگزاری این دادگاه موجب شد خیلی از گروه های سیاسی، نمیگم حالا همشون، ولی خیلی از گروه های سیاسی اختلاف های خودشون رو کنار بذارن، اینجا کنار هم قرار بگیرن، چه برای بررسی دادگاه، چه اعتراضشون، چه دادخواهیشون، و در واقع یک برگه جدیدی ورق خورد. از لحاظ سیاسی فکر میکنید این دادگاه تأثیری روی فعالیت های سیاسیشون هم بذاره؟ من فکر میکنم این اتفاق میفته، یعنی بعد از اعلام نتیجه رأی نهایی رأی دادگاه قطعا این یک پیروزی برای همه مردم ایرانه، برای همه مخالفین جمهوری اسلامیه، برای تمام کسانی که به هر حال به حقوق بشر، به آزادی، به دموکراسی اعتقاد دارن، به جامعه قانونمند اعتقاد دارن خواهد بود، و خود همین باعث خواهد شد به نظرم یک نوع نزدیکی و همدلی بین مخالفین رژیم ایران هم به وجود بیاد. ممنونم از شما آقای اعتمادی، خیلی لطف کردید که ما را همراهی کردید، و ممنون از شما که با این پوشش ویژه همراه ما بوده و هستید، همچنان همراه ما ببینید. در برنامه‌های دیگر هم همکارانم با شما همراه خواهند شد برای گزارش‌های بیشتر، اما اجازه بدید برگردیم الان به استودیوی لندن، همکارم پریسا صادقی و خبرهای دیگر از ایران و جهان. ممنونم از تو کامیار بهرنگم. و در ادامه خبر 50 است به آلودگی هوا و سیل در استان‌های مختلف در ایران هم می‌پردازیم. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشانده، 17 استان کشور هم دچار سیل و آب گرفتگی هستند. خبر 50 است را ادامه میدیم با مروری بر مهمترین عناوین خبری. پوشش ویژه ایران اینترنشنال از روزهای پایانی دادگاه حمید نوری در استکهلم، پایان دفاعیات وکلای مدافع شاکیان. خانواده دادخواهان میگویند این نخستین گام برای اجرای عدالت است. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند، 17 استان کشور هم دچار سیل آب گرفتگی هستند. نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، در پیام‌های ارسالی برای ایران اینترنشنال جان عبدالرسول مرتضوی در خطر است. و با وجود ادامه خروج غیرنظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. موج دوم گرد و خاک در خوزستان موجب تعطیلی اداره ها و بانک های خوزستان شد. اداره کل هواشناسی پیش بینی کرده ورود توده گرد و خاک از عراق تا پایان روز دوشنبه در خوزستان ادامه خواهد داشت. موج گرد و خاک در شهر اهواز موجب شده دیده افقی به 50 متر کاهش یابد. در قصر شیرین، سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب هم وضعیت آلودگی هوا خطرناک و بحرانی اعلام شده. تصاویری ببینیم با هم از آلودگی هوا در شهرهای آبادان و سرپل زهر. امروز دوشنبه 11 در رو که باقا میکنیم یه بیرون عجب هواییه، نگاه کنیم آدم لذت میبره. دستتون در نکنه با این مملکت گل بول. 2401 کالاشگاه آبادان در شرایطی بسیار خطرناک، هوایی بسیار آلوده، کارگران همه مشغول کارند، در آنی که امروز کل ادارات دولتی جزء حکومت حساب میشه تخلیه شدن، ولی کارگر بدبخت بیچاره باید در چنین شرایطی از ساعت 5 صبح تا 7 عصر با این قلت بالای آلودگی هوا کار کنه. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد از هفته قبل تا کنون 17 استان کشور دچار سیل آب گرفتگی شدند. مهدی ولیپور همچنین از آماده باش بیش از 1000 پایگاه و مرکز عملیات جاده‌ای و ساحلی در سطح کشور خبر داد و از مردم خواست با توجه به تعطیلات پیش رو نکات ایمنی را رعایت کند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد بارش شدید باران باعث سرریز شدن مهران رود آجیچای تبریز و آب گرفتگی خیابان ها در شهر خلخال شده. نه نه به نه اون طرف داری که بود که شده بود پایه
منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان با ما همراهی میکنند. آقای سهرابی، چقدر میتونیم بگیم این آلودگی و گرد و غباری که در خوزستان میبینیم در واقع منشأ داخلی داره و چقدر میشه گفت مربوط هست به کشورهای همسایه؟ ببینید، ما دو تا نوع کانون داریم، هم کانونهای داخلی رو داریم هم کانونهای خارجی رو داریم. فقط در خوزستان ما 7 تا کانون اصلی داریم که حدود 344,000 هکتار هستن. وقتی که تغییر فشار هوا رو داریم و باد ایجاد میشه و سرعت اون باد 8 متر بر ثانیه بیشتر میشه، میتونه ایجاد گرد و غبار بکنه و استان خوزستان و استانهای همجوار رو هم تحت تاثیر قرار بده. این وضعیتیه که ما تقریبا چندین سال درگیرش هستیم و وجود داره، الان هم هست. منتها وقتی که ما کانون‌های خارجیمون فعال میشه و بادها جهتشون از غرب هست به سمت کشور و کشور عراق و عربستان و سوریه و اینها که کانون‌های گرد و غبار خارجی هستن، کانون‌هاشون فعال میشه، اون گرد و غبار رو به سمت ایران میارن، میتونن این شدت رو بیشتر بکنند و بیشتر تحت تاثیر قرار بده. آنچه که امروزه ما شاهدش هستیم ناشی از هر دو نوع هست که در بسیاری از مناطق زندگی رو مختل کرده و به قول شما که در گزارشتون بود، دید افقی و بسیار بسیار کمتر کرده که میتونه اثرات بسیار زیادی رو بر زندگی مردم بذاره. آقای سهرابی، در خوزستان گرد و غبار و آلودگی هوا بود، در 17 استان دیگه هم سیل اتفاق افتاده و گرفتگی رودخانه ها، آب گرفتگی در واقع. چرا تمام استان های ایران در واقع درگیر به نوعی مشکلات محیط زیستی هستن؟ ایران یک اقلیم خشک و نیمه خشک هست و وقوع بارش های ناگهانی جزی از اقلیم ایران بوده و هست. حالا تغییر اقلیم هم داریم که میتونه الگوهای بارش رو تغییر بده. در بسیاری از مناطق ممکنه این بارشی که قبلا در 6 ماه میبارید در محدوده کمتری ببارد. و از طرف دیگر هم وقتی به آمارها نگاه میکنیم، از سال 1330 به این ور با افزایش جمعیت و توسعه نامتوازنی که در ایران صورت گرفته، وقوع سیلاب بیشتر شده. یعنی اون بارندگی تبدیل به سیلاب شده به دلیل اینکه مسیل‌ها مسدود شده، تغییر کاربری مراتع و جنگل‌ها رو داشتیم، پوشش گیاهی از بین رفته. همه اینها میتونه دخالت داشته باشه در اینکه یک بارشی تبدیل به سیلاب بشه. منتها آنچه که ما امروز در ایران شاهد هستیم، مدیریت بسیار غلطی هست که در وقوع سیلاب صورت میگیره. میتونستن از این سیلاب‌ها برای تغذیه آبخوان‌ها استفاده بکنن که ما در بسیاری از دشت‌ها با مشکل مازی هستیم، فرونشست و شاهدش هستیم که میتونستن تغذیه بکنن در دراز مدت. الان با وضعیتی مازی شده این که این فرونشست‌ها سبب شده که نفوس پذیری هم کمتر بشه، یعنی وقوع بیشتر کرده و شرایطی که حاکمه بر ایران هست این وقوع این پدیده ها رو بیشتر خواهد کرد و در آینده هم شاهد وقوع پدیده های بیشتری خواهیم بود که منشأ طبیعی دارند و میتونند اثرات مخرب داشته باشند. آقای سهرابی، در کمتر از یک دقیقه راه حل چیه، هم در حوزه سیل هم در حوزه آلودگی ها؟ ببینید، ما باید به سمت توسعه پایدار بریم. در توسعه پایدار 3 تا نکته اساسی وجود دارد. یکی کاهش احتمال زیان‌های محیط زیستی. مسئله بعدی این هست که ما اثرات ناشی از اون زیان‌ها را کمتر بکنیم و مسئله دیگه کاهش زمان لازم برای جبران خسارت هست که باید در برنامه‌ها در نظر گرفته بشه، که متأسفانه من نمی‌بینم برنامه‌های ایران بر این مبنا باشد و نمی‌توان امیدوار بود که در کوتاه مدت تغییر آنچنانی به سمت بهبودی حاصل بشه، بلکه ممکنه شرایط بدتر هم بشه. ممنونم از توضیحات شما. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از آلمان. به دنبال بازداشت گسترده فعالین صنفی در روزهای اخیر، دست کم 40 معلم و فعال صنفی معلمان در 10 شهر ایران بازداشت شدند. بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این بازداشت‌ها عمدتاً با برخورد خشن ماموران امنیتی همراه بوده. همچنین گزارش‌ها از احضار و تهدید 10 معلم توسط وزارت اطلاعات در تهران یا اداره اطلاعات در شهرستان‌ها خبر می‌دهند. محمد نوریزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، همزمان با روز معلم با اعتراضات معلمان ابراز همراهی و همدلی کرد. او در پیامی که به ایران اینترنشنال رسیده میگوید در روزگاری به سر میبریم که چهره بزک شده خرافات و ناگواری ها بر چهره دانایی خراش انداخته است. درود بر داد، بر دانش، بر مهر، درود بر آموختن، درود بر آموختن.
آموزاندن و درود بر معلم. نمیخواهم در این پیام کوتاه از ناگواری ها و از ناهنجاری هایی بگویم که در سرزمین ما بر چهره مبارک حضرت دانایی خراش انداختند. به جای نگاه به چهره پرخراش دانایی، میخواهم از چهره بزک شده خرافات و خراف پروران رو بگردانم و در پیشگاه علم سر فرود آورم و به معلمان من، چه زن و چه مرد، چه جوان چه پیر، آفرین بگویم و بگویم که این روزهای برتارک نشینی خرافه به زودی سپری می شود و مردمان ما به پیشباز کاروانی خواهند رفت که بار آن کاروان داد و دانش و مهر است. پس درود بر علم، درود بر معلم و درود به حضرت دانایی، اگرچه در پس میله های کلفت زندانیش کرده باشند. محمد نوریزاد، بند 6 زندان اوین. رضا محمد حسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، در پیامی از زندان که برای ایران اینترنشنال ارسال شده نسبت به وضعیت عبدالرسول مرتضوی، زندانی دیگری که از 31 فروردین به انفرادی این زندان منتقل شده، هشدار داد. محمد حسینی که خود چندی پیش به این سلول منتقل شده بود، خبر داد در آنجا مورد سوء قصد قرار گرفت، اما مسئولان زندان به شکایت او رسیدگی نمی کنند. شکنجهگاه و کشتارگاه رجایی شهر پارسال بود که عبدالرسول مرتضوی، جانباز میهن، به دلیل انتشار بیانیه اعتراضی در ماه فروردین، نزدیک به 2 ماه در سلول انفرادی معروف به اتاق دوربین در قرنطینه مورد آزار قرار گرفت و حالا به دلیل ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای به سلول انفرادی معروف به سوئید برده شد، جایی که زندانیان اعدامی و قصاصی قبل از به مسلخ رفتن در آنجا نگهداری می شود. یاد 11 مرداد 99 افتادم که بعد از تبعید از اوین به سوئید بیش از 1 ماه بدون هیچ گونه حقوق اولیه زندانی شکنجه شدم، بدون نور، بهداشت، درمان، هواخوری. حالا رسول را به جای دیگری از رجای شهر مشهور به بند ام که از نظر من به بند ناام بایستی معروف شود، بدون هیچ گونه حقوق، حتی تماس با خانواده محروم کردم. چند هفته پیش به مخالفت از نگهداری در سلول انفرادی آقای زرتشت احمدی راغب، تعدادی از هم‌بندیان گرامی به سوئید برده شدیم و بعد از ضرب و شتم توسط زندانبانان آنجا همگی به بند ناامن برده شدیم. ما نیز گفتیم به سلول انفرادی معترضیم، در زیر 8 تحصن کردم، اما یک بار درهای برقی سلول ها به دستور رئیس بند هم باز شد و زندانیان خطرناکی که در آنجا نگهداری می شوند به هم حمله بر شدند و مورد سوء قصد قرار گرفتند و به بازرسی زندان شکایت کردند و به صراحت گفتند در مورد تو هیچ پیگیری انجام نمی دهیم. و اینک عبدالرسول مرتضوی به دستور شکنجهگر جمهوری اسلامی دیگری در آنجا نگهداری می شود و ما تعدادی از هم‌بندیان وی به این اعمال ضد انسانی در مسلخگاه رجای شهر که کاملا سیستماتیک است معترضیم و خواهان پایان دادن به این اعمال غیر قانونی و خلاف بشری هستیم. مهدی مسکی نواز، زندانی سیاسی، در پیامی که برای ایران اینترنشنال از زندان رجایی شهر ارسال کرده، خواهان رسیدگی به شکایت خود و چند زندانی دیگر درباره مورد سوء قصد قرار گرفتن از سوی زندانیان خطرناک شد. آقای نیروی امنیتی اطلاعاتی اسلامی ایران زدید، ما سر موضع خودمون هستیم. ما میگیم جمهوری اسلامی بیکفایت، بیورز از فاسد، خرابه. تاریخ مطلبش هستن گذشته به زبان شما که بعدا خودتونم توی زندان رو در این مورد با ما صحبت میکنید و تلویحا اعتراف میکنید به این مورد. من منظورم نیروهای اطلاعاتی امنیتی انتظامی با شرفه که میخواد وظیفه‌ش در دوباره کشور انجام بده زیر پرچم ولایت سینه نمیزنه. بیا
بیاید از زندان رجایی شهر بخواید روزی که بنده زرتشت احمدی راقب رضا محمد حسین کاشان رضایی از انفرادی به نام سوید انفرادی دیگری به نام بنده اهم منتقل شدید که الان عبدالرسول منتظری اونجاست و من شدیدن نگرانشم اتفاقی که برای ما افتاد نیفته درهای سلولا رو وا کرد و زندانی ها به ما حمله کردن به خاطر اینکه اینا رو بسته بودیم و رضا محمد حسینی رو به قصد کشت زدنش گزارش اون حمله و اون سلولت و اون تحییده به مرگ و از زندان بخواهید سازمان زندان ها نیروهای حراستی امنیتی که توی این مجموعه کار میکنید و باید این مندم قوه قضایه بین بخواه که چه اتفاقی افتاد ما یک شعار میدیم پرونده برامون درست میکنید تحقیق به قرد شدیم خودت خوردیم توی بنده هم حراست اومد بعد از اینکه زندانی ها که نظرمون بازرسی اومد حفاظت اومد اون گزارش چی شد؟ چرا ما هم به شکایت روی زمینه نداریم؟ چرا به این مسئله رسیدگی نمی کنیم؟ من نگران عبدالرسول منتظری هستم، نگران ارجنگ داوودی هستم، اعلام خطر میکنم اگر بهشون رسیدگی نکنیم. مریم دهکوری روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه با ما همراهی می‌کنند. خانم دهکوری، همبند شدن زندانیان سیاسی با زندانیان جرایم خطرناک در زندان‌های ایران با چه هدفی از سوی حکومت در واقع انجام میشه؟ ببینید، بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین جرایم سیاسی در ایران، اصل تفکیک جرایم یک اصل مشخص و ثابت شده است. یعنی فقط هم خاص زندانیان سیاسی نیست، همه زندانیان با توجه به بر اساس یک سری فاکتورها باید از همدیگه تفکیک بشن. اما اینکه چرا زندانیان سیاسی عموماً هدف قرار می‌گیرن و در کنار مجرمان خطرناک قرار می‌گیرن از طرف قوه قضاییه، این بیشتر یک اقدام تنبیهی است با هدف فشار مضاعف وارد کردن به زندانیان سیاسی. همونطوری که در پیام‌های این زندانیان هم بود، اینها به دلیل اینکه بر سر مواضع خودشون هستن و حاضر نیستن از اونچه که گفته شده کوتاه بیان یا آنچه که قوه قضاییه ازشون میخواد رو بپذیرن و بهش تن بدن، با یک سری اقدامات تنبیهی و در واقع با هدف افزایش فشار و شکستن اونها، یک چنین برخوردهایی باشون میشه، جانشون به خطر میفته. بسیاری از اونها اصلا حتی روشن نمیشه چه سوء قصدهایی بهشون شده. هر روز اخبار ضرب و شتم زندانیان که به توسط زندانیان جرایم خطرناک آسیب دیدن منتشر میشه. اما همونطور که عرض کردم، در پیغام های ارسالی هم بود توجهی به شکایت های اونها نمیشه و مدام هم این اقدام در مورد زندانیان سیاسی تکرار میشه در موارد مختلف. نهادهای حقوق بشری چطور خانم دهکوری؟ آیا این نهادها میتونن در واقع راهی پیدا بکنن برای اینکه متوقف بشه این مسئله و جدا سازی بشن زندانیان سیاسی از زندانیان جرایم خطرناک؟ ببینید، زندانیان سیاسی خودشون به طور مداوم این وضعیت رو اطلاع رسانی میکنن و میبینیم که هزینه هاش رو هم پرداخت میکنن. اون مثلا آقای وحید صیاد نصیری که سال 98 به خاطر اعتصاب غذا در زندان لنگ رود قم درگذشت، چه خواسته ای داشت؟ ایشون تنها تقاضاش این بود که به زندان گوهردشت یا زندان اوین منتقل بشه، چرا که در کنار زندانیان خطرناک نگهداری میشد. همونطور که گفتم، اصل تفکیک جرایم فقط صرفا خاص زندانیان سیاسی نیست. قوانین موجود در ایران، هم سازمان زندان ها، هم قانون مجازات سیاسی و هم میثاق‌نامه بین المللی که سال 1354 مجلس ایران همونو تصویب کرده، تاکید میکنه که زندانیان باید بر اساس سن، جنسیت، اتهامشون، این که اصلا محکوم شدند یا متهم هستن، از همدیگه تفکیک بشن. اما این اتفاق نمیفته. تنها راهش، من فکر میکنم، از طرف نهادهای حقوق بشری بالا بردن هزینه این اقدام قوه قضایی است و جلب توجه افکار عمومی، نهادهای بین المللی به این اقدام و در واقع رسوندن صدای زندانیانی که در این شرایط به سر میبرن و اینقدر دارن آسیب میبینن از بابتش. سپاسگزارم از توضیحات شما. مریم دهکوری روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از ترکیه.
در ادامه خبر 50 اسب به آخرین تحولات اوکراین می‌پردازیم. با وجود ادامه خروج غیر نظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. خبر 50 اسب رو ادامه میدیم با هم با مروری بر مهمترین عناوین خبری. پوشش ویژه ایران اینترنشنال از روزهای پایانی دادگاه حمید نوری در استکهلم، پایان دفاعیات وکلای مدافع شاکیان. خانواده دادخواهان میگویند این نخستین گام برای اجرای عدالت است. آلودگی هوا خوزستان را به تعطیلی کشاند. 17 استان کشور هم دچار سیل آب گرفتگی هستند. نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر در پیام‌های ارسالی برای ایران اینترنشنال، جان عبدالرسول مرتضوی در خطر است. با وجود ادامه خروج غیر نظامیان از ماریوپول، وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد عملیات تهاجمی تمام عیار روسیه در شرق اوکراین ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین در بیانیه اعلام کرد نیروهای روسیه به عملیات تهاجمی تمام عیار در شرق اوکراین ادامه می‌دهند. در پی ادامه بمباران‌ها و حملات توپخانه‌ای ارتش پوتین، فرماندار دونسک از کشته شدن 4 غیر نظامی در شهر لیمان خبر داد. پس از تخلیه حدود 100 غیر نظامی از بندر محاصره شده ماریوپول در جنوب اوکراین با همکاری سازمان ملل، برخی از نجات یافتگان میگویند از ترس بمباران‌های روسیه 2 ماه است که آفتاب را ندیدند. این شهروندان میگویند در پی بمباران‌های شدید روسیه تعدادی از سربازان و شهروندان پناه گرفته در کارخانه فولاد ماریوپول زخمی شدند. گزارش ببینیم در همین رابطه از یوسف عباسی. ادامه تخلیه غیر نظامیان بندر ماریوپول در جنوب اوکراین، عملیاتی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای نجات صدها شهروند از پناهگاه‌های داخل این کارخانه فولاد که هفته هاست زیر محاصره کامل ارتش روسیه است. تلاشی که مقام‌های اوکراینی برایش هفته‌ها رایزنی کردند. ما در نهایت پس از چندین هفته مذاکره موفق به تخلیه مردم از کارخانه فولاد ماریوپول شدیم. حتی 1 روز نبود که برای یافتن راه حلی برای نجات هموطنانمان از این محاصره کار نکنیم. اولین گروه نجات یافتگان با اشاره به وضعیت اسفناک زندگی در پناهگاه‌های زیرزمینی در این کارخانه می‌گویند به مدت 2 ماه آفتاب ندیدند. این زن هم هنوز آثار وحشت بر جای مانده از زندگی زیر سایه محاصره ارتش روسیه را بر چهره دارد. زندگی اونجا وحشتناکه. ترسناکترین لحظه زمانی بود که روس‌ها پناهگاه‌ها رو بمبارون می‌کردن. یه بار یه گلوله توپ نزدیکمون منفجر شد و مردم جلوی چشمامون مردن. باورم نمیشه پس از 2 ماه زندگی در تاریکی نجات پیدا کردیم. وقتی سوار اتوبوس می‌شدیم به همسرم گفتم ببین ما دیگه مجبور نیستیم از کیف یا سطل برای توالت استفاده کنیم. چه خوبه که الان میتونیم در هوای آزاد نفس بکشیم. اگرچه عملیات تخلیه کارخانه فولاد ماریوپول شروع شده، مقام‌های اوکراینی میگویند با توجه به ادامه بمباران‌ها و کمیاب شدن آب و غذا، یک فاجعه انسانی در راه است. فاجعه احتمالی که در 1 ماه گذشته نام ماریوپول را بر سر زبان رهبران جهان جاری ساخت. ماریوپول. نگرانی هایی که بی دلیل نیست. گزارش ها حاکی است در اولین روز تخلیه به محض اینکه اتوبوس های حامل شهروندان محل را ترک کردند، حملات توپخانه ای ارتش روسیه باری دیگر کارخانه فولاد ماریوپول را هدف قرار داد. گزارش هایی هم از ممانعت روسیه از خروج غیر نظامیان منتشر شده که حالا یکی از شهروندان نجات یافته تایید می کند.
ما اطلاع داشتیم که برخی روزها کوریدور انسانی برای تخلیه ما غیر نظامیان ایجاد میکردن، اما روزها به ما اجازه نمیدادن تا کارخونه رو ترک کنیم. اما خیلی ها مانند این شهروند خوششانس نیستند، چرا که هنوز ده ها هزار نفر در داخل بندر ماریوپول تحت محاصره اند. محاصره ای که شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای تسلیم شدن نیروهای اوکراینی دستورش را داده. اما حالا این غیر نظامیان هستند که توانش را می دهند. یوسف عباس‌زاده، لندن. مقام های اوکراین میگویند رئیس ستاد مشترک نیروهای روسیه در جریان بازدیدش از شرق اوکراین زخمی شده. والری گراسیموف به دستور پوتین برای نظارت بر فرماندهی عملیات کنترل منطقه دونباس به اوکراین رفته بود. به گفته مقام های اوکراینی این مقام ارشد نظامی روسیه در خارکیف به دلیل اصابت ترکش زخمی شده است. مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید یک ژنرال دیگر روسی هم در این حادثه کشته شده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در استودیو با ما هستند. از این جنرال روسی شروع بکنیم که در اوکراین زخمی شده، چرا اینقدر برای پوتین این جنرال مهمه؟ اول اینکه خب فرستادن فرمانده ستاد مشترک ارتش به خط مقدم یا یک میدانی تحت به قول معروف میدان عملیات کار عجیب غریبیه. به خاطر این باید ببینیم مثلا آقای والری گراسیموف کی هست. آقای والری گراسیموف ارتشبر 4 ستاره است، ایشون فرمانده ستاد مشترک ارتش روسیه است، ولی 12 سال حدوداً در این مقام هست. معمولاً این مقامات در کشورهای با ارتش‌های حرفه‌ای در ایالات متحده ایشون 3 نفر آمدن و رفتن از زمانی که ایشون فرمانده ستاد مشترک بوده، ارتش بود دمسی، ارتش بود دانفورد و الان ارتش بود ملی، ایشون بوده اینجا. دومی که دکترین نظامی و دکترین عملیات ارتش روسیه رو ایشون آمده وضع کرد. ارتش دکترین عملیاتی نیروهای بزرگ مثل نیروهای ایالات متحده یا بریتانیا بهش میگن کمبایند آرمز، رزم ترکیبی، در سطح لشکر هست. هر لشکری بین 14000 تا 40000 نیرو داره و کمبایند آرمز یا رزم ترکیبی کار پیچیده ای است. شما پیاده دارید، زرهی دارید، توپخانه دارید، پوشش هوایی دارید. اینها رو همه این فقط هم در سطح نیروی زمینی هستا، یعنی نیروی دریایی و بمباران سنگین هوایی رو نمیگم. میگم نیروی زمینی به تنهای خودش پیاده دارد، زرهی که تانکه دارد، توپخانه دارد و حمایت پوشش هوایی یا هوا نیروز که توپخانه های هلیکوپترها هستن یا هوا برد که اونها نفر میندازن با چتر‌باز پایین. این رو ترکیبش خیلی سخته. اومدن برای کمبود بودجه و برای آسان‌تر کردن یک دکترین جدیدی رو 12 سال پیش همین آقای گراسیموف پیاده کرد به اسم بتالین تاکتیکال گروپ یا جنگ تاکتیکی گردانی. گردان خیلی چیز کوچیک‌تری است، بین 700 نفر تا 1000 نفر درش هست. بتالین تاکتیکال گروپ یا جنگ گردانی یعنی شما بیاید حلقه‌های کوچکتر نظامی به هم متصل ایجاد کنید که هر حلقه‌ای یک لشکر نیست، یک تیپ نیست، یک هنگ نیست، یک گردانه. اینا به صورت مستقل ولی هماهنگ با هم دیگه بتونن رزم رو جلو ببرن. مشکل کجاست؟ این هماهنگی در سطح افسر و در سطح درجه دار اصلا و ابدا وجود نداره در روسیه. از لحاظ کماند اند کنترل یعنی فرماندهی و تسلط ما دیدیم که بسیار این قضیه به قول معروف برای روس‌ها سخت بوده. نکته دوم در مورد همین آقای گراسیموف، اونجا الان منطقه جنگی فرمانده خودش داره، الکسی دوورنیکوف، اون یک ارتشبر 4 ستاره است که فرمانده میدانیه. چرا آقای گراسیموف رو فرستادن اون جلو؟ دقیقاً به خاطر اعمال و برای تنظیم کردن همین دکترینی هست که ایشون 10-12 سال در ارتش روسیه پیاده کرده. به خاطر همین یک شکست بزرگی بوده فعلا برای ارتش روسیه. از لحاظ هدف نهایی که سقوط کیف بوده که اونو کاملا باختن، شاید بگیم در نبردهای موفق بودن، ولی هدف اصلی سقوط زلنسکی، سقوط کیف. الان می‌بینیم در شرق همین ارتش روسیه مشکلات عدیدی دارد برای جنگیدن. یکی از همین ها این استش که نبرد گردانی با هماهنگی اینطوری و تجهیزات بسیار بد و عدم پشتیبانی لوجستیک کاری بسیار سخت، دیگه چه برسه به ارتش غیر حرفه‌ای که بعضی میخوام خیلی از نیروهای نظام وظیفه هم از اون استفاده میکنه مثل ارتش روسیه. نمیگم که همشون غیر حرفه‌ای هستن، ولی ارتش ایالات متحده از سرباز صفر تا ارتش بود همه حرفه‌ای هستن.
ارتش روسیه اینطور نیست، بر اجباری و سربازی و خدمت نظام وظیفه هستن، اینا سرباز حرفه‌ای نیستن. با وجود مشکلاتی که شما بهش اشاره کردین، اما مقامات اوکراینی میگن در شرق اوکراین در واقع روسیه تهاجم خودش رو گسترش داده، به طور تمام عیار داره حمله انجام میده. با چه هدفی این گسترش داره انجام میده؟ 9 مه روز پیروزی متفقین هست بر آلمان نازی. اینا به خاطر اینکه روز 9 مه اون پرید بزرگ، اون جشن بزرگ، یک دستاوردی داشته باشه پوتین در اون میدان سرخ، میخواد به مردم نشون بده میخوان ماریوپول رو کاملا تصرف کنن و بگن این پل زمینی رو از روسیه به دریای سیاه زدن. این به خاطر این حجم زیادتر شده. اما از اون طرف ایالات متحده به خاطر دریافتن و فهم بهتری از این رزم گردانی، مردم گفتن چرا میگ 29 به ارتش اوکراین نمیده؟ جنگ هوایی کجاست؟ جنگ هوایی نیست الان. الان جنگ توپخانه‌ای هست و جنگ زره هست علیه پیاده. ایالات متحده موشک‌های جاولین رو داده دست پیاده نظام، زره روس رو می‌زنن و الان هم که دیگه گل سرسبد دوم که بهشون بیشتر خرسه، توپ‌های 155 میلیمتری هاوتزر که دارد 400 تا تو این پکیج 33 میلیارد دلاری آقای بایدن به دست اوکراینیا خواهد رسید. این مشکل رو بسیار زیادتر خواهد کرد برای ارتش روسیه در خاک اوکراین. خب حالا با توجه به اونچه که در جبهه های جنگ در جریانه، چه پیش بینی میتونیم داشته باشیم از آنچه که در روزهای آینده پیش خواهد، مخصوصا تا 9 می اگر بخوایم در نظر؟ به نظر من ارتش روسیه تلاش بسیار خواهد کرد که منطقه شرق رو، یعنی اون دونباس رو، لوهانسک و دونتسک رو کاملا بگیره، ماریوپول رو تصرف کنه. آقای گراسموف در منطقه نظامی خارکیف شرق اوکراین هست، که شهر بزرگ، که شهرهای صنعتی بزرگ، جالب تانکای T64 T72 که الان با هم دیگه نواده هاشون با هم می‌جنگن، در شهر خارکیف طراحی شده بود زمان شوروی سابق. جنگ در اون منطقه تشدید پیدا خواهد کرد. شاید بخوان حتی اودسا رو هم بگیرن، که اگر بیان به سمت اودسا یعنی جنوب غرب اوکراین، عملا دیگر تمام خاک یعنی سواحل اوکراین رو به دریای آزاد و دریای آزاد بخوام سیاه خواهند گرفت. اگر این کار رو بکنن، باید ببینیم که از جمهوری مولداوی که اونجا حدوداً 2000 سرباز روس هم به عنوان حافظان صلح در جمهوری مندرآوردی ترانسنیستر هستن، آیا اونها هم وارد جنگ خواهند شد یا نه؟ ولی دیگر خطر از کیف و خطر از مناطق غربی و مرکزی گذشته، تشدید جنگ خواهد بود در مناطق شرقی برای گرفتن کامل و کنترل کامل مناطق دونباس. ممنونم از توضیحات شما و حضورتون در استودیو. آرش آرامش اوختان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با من همراهی میکردن. امشب بیننده برنامه امروز هم باشید. با رسیدن به روزهای پایانی محاکمه حمید نوری، همکارانم علاوه بر واکنش جمهوری اسلامی که منجر به احضار سفیر سوئد در تهران شد، به آنچه امروز در دادگاه دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج گذشت هم میپردازند. یکی از متهمان پرونده اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67. برنامه امروز ساعت 22 به وقت ایران با سیما قیاسی. البته ممنون که با خبر پنجه است امروز هم ما را همراهی کردید. تا فردا پنجه است، وقت شما خوش.